درود دوستان و سروران در خدمتون هستم برای فال روزانتون امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون بهاری بهاری باشه عزیزان دل من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه از به کانال شدین خیلی خوش آمدین یاران صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار تک تک شما هستم ببینیم چه خبر است در کارت ها و در فال شما من کارت ها رو مخلوط میکنم و اولین کارت کارت هیجانین رو براتون میریزم این چه خبره خب ببینیم اولین کارت حرف از مثبت میزنه انرژی مثبت مثبت میزنه و اما ببینیم کارت های بعدی بهتون چی میگن انرژیتون مثبته بسیار خوب همه چیز مثبت است و اما ببینیم که دیگران در ارتباط با شما اگر حتی دیگران نباشه در ارتباط با شما دوستان عزیز یک شخص خاصی رو در نظر بگیرید شما میتونیم حتی برای خودتون هم نگاه کنید این شخص خاص <تصحیح> بالاخره شما خاص هستین اوکی صبور هستن دیگران در مقابل شما صبوری میکنن حالا صبوری به بر... نظر من اینجا خیلی یواش و آهسته حرکت میکنن این نداره خب ببینیم کارت بعدی رو کارت بعدی چه میگویند برای شما اکه. خب اینجا دارم میبینم که دوستان عزیز یا به جستجوی یک جوابی هستین اینجا یا یه در حال تفکر هستین در حال تفکر هستین یه منتظر یک صحبتی هستین دوستان اوکی یک حالت محتاط دارین دور بر خودتون رو نگاه میکنین و عجله ای هم من میبینم که اینجا در واقع ندارین محتاطانه عمل میکنین و اما ببینیم کارت های دیگر رو از این کارت استفاده میکنم ببینیم کارت بهتون چی میگن کارت های ماشناسی کارت های ماهشناسی مثل میمونه که من دارم فکر میکنم حالا در مورد چی چیزی فکر میکنین خودتون بهتر میدونین از اون جایی که شاید یک سریاتون عزیزان ندل میبینید که یک دیگران در مقابل شما حرکت آهسته ای دارن شاید شما هم تصمیم گرفتین که هم ریتم اونا هم باشه کارت بعدی خیلی قشنگ هستش دوستان بتونید که خواب, ها خواب های شما احتیاج رو به این داره که واقع بینانه باشه یه وقتایی ذهن ما توانایی پرواز رو داره و بلند پروازی های زیادی رو میکنه اما تن ما فیزیک ما و اون محدودیت هایی که ما داریم یه چیز دیگه هستش باید ببینیم که کجا میشه تبدیل به خواب و رویا و کجا میتونم این قسمتی از اون رو به واقعیت بپیوندونم اینجا این کارت این حرف رو میزن شاید شما در مقابل در مورد یک مسئله داریم بهش فکر میکنین که شاید خیلی نجومی باشه نجومی هر چیزی برای هر کسی در هر مقطعی ممکن هست باشه حتما یک چیزی یک زمانی بود برای من خواب و رویا بود الان دیگه اصلا جزئی از خواب و من نیستش اوکی؟ و ما ببینیم از این کارت بعدا استفاده می کنم خب دو تا کارت اینجا افتاد اینجا یکی از اینکه این که دارم اینم یک مسئله بسیار قشنگ داره سراغتون میاد و دو تا کارت حرف از سبک می میزنن و حرف از یک شروع میزنن به این شروع بسیار قشنگ و زیبایی دارم میبینم ببین دوستان من احساس میکنم برای یک سریاتون برای خمتون نیستش منتظر این هستن که منتظر این بودین که کسی بخواد بیاد به سمت شما قدمی برداره تقاضای بخششی کنه کاری رو انجام بده و دارم میبینم که الان تفکری که ازش بیرون داری میای این هستش که نه رها میکنم خودم رو رها میکنم از این مسئله ببین حرکت اون شخص ممکنه ازش خیلی حل از اون وار باشه حالا چه در مورد مسائل احساسی باشه که مربوط به عشقی باشه و چه در مورد مسائل دوستی باشه خانوادگی باشه هر چیزی که هست متوجه شدن دل میکردم دیگه اصلا برای من مهم نیستش دوستان برای خودمون کارما ایجاد نکنیم دیگران رو ببخشیم ولی اینکه سخت باشه تا چند وقت پیش من خود من به شخص موافق بخشش نبودم و خیلی با سختی میبخشم و این مسئله رو حتما انجام بدین میدونین دوستان با نبخشیدن دیگران ولی که بدترین کارها رو داشته باشن هیچ چیزی بخشیدنی نیست ولی من خودم رو رها میکنم من خودم رو از چنگال کارما و از چنگال این مسائل روابط کارمیک رها میکنم دیگران رو میبخشم و تمام میکنم این ماجرا رو میره خب مشکل هست اوه یه نفس عمیق میکشم حتما این نه این که برم جلوی طرف بگم ولی میبخشمش و خودم رو رها میکنم خیلی مشکله خود من به سختی به این مسئله رسیدم و قبول نمی کردم و اینکه تو همین چند وقت پیش می گفتم هیچ چیزی بخشیدنی نیستش و واقعا هیچ چیزی بخشیدنی نیست ولی اگر بخوایم از یک کار بخوایم در بیایم مجبور هستیم که یه مقدار به قول فرانسوی یا آب در شراب اون برسیم بریزیم کار مایی دوره کارمیکی رو تمام کنیم و یا دیگه روابط کارمیک رو ازش خارج بشیم که پوست شما رو کاه کنه خب به روابط کارمیک حتما در مورد روابط احساسی نیست دوستان اوکی وابد با دیگران این که حتی کاری هم ممکن هست باشه در ارتباط با مسئله انرژی که با شما همراهی میکنه آنچه که خراب است و میندازن بیرون بهتون گفتم خودتون رو دارین رها میکنه از یک انتظار رها میکنین برای ممکن هست و اینکه از اینکه بخواین شاید یک مسائلی بهش فکر میکنین که دیگران دلیل وجود داشتنش نداره دیگه الان دیگه کهنه شده یک سریا در انتظاری بودین که این انتظار دیگه انتظار زیاد از حد شور قضیه رو در میاره و اینکه حتی وقتی که به وجود بیاد دیگه اون لذت رو برای ما نداره برای یه وقتایی خب ببینیم در ارتباط با کارت های دیگه دوستان عزیز در ارتباط با انرژی مثبتی که به سمت شما میاد ببینید همون ابله یا همون خودم هم رو رها میکنم حرکت ممکنه یک سریاتون دوستان عزیز یک راه جدید پیش روی شما باز بشه یا اینکه مسافتی رو باید برین افکار جدید و تازه و سبک داره به سمتتون میاد ببینم در انتظار در, در ارتباط با کارت بعدی عزیزان دل که حرف از چالش شما میزنه چالش شما این هستش که وارد جنگ نشین جن جنگ با خودتون دوستان نه جنگ بر اساس غرور و اینکه تفکر کنید هر جا احساس میکنین که میخواد باید وارد جنگ بشین با شخصی بیاین پایتون رو بکشین کنار و توصیه کارت ها این هستش که ببین باز هم حرف از بتون حرف از خواب و رویاتون زدم دوستان اینجا هم به همین صورت هستش مثل اینکه میمونه که این کارت هم داره بهتون میگه توادلی برقرار کنی بر آنچه که شدنی هست و بر آنچه که خواست میل شما هست دقیقا مثل این کارت هستش ببینید طرفی هستش که اون طرف رو داره شخص مورد نظرش رو میبینه کسی که نسبت بهش احساس داره ولی هم فاصله هست بینشون یعنی آبهای مواج این پایین هست و اون سخراها هم بلند هستن یک تقریبا این چیز ناممکن هستش دلبرش اونور هستش تا بخواد بره یا غرق میشه به حال به مقصد اینجوری نمیتونه برسه خب و تعادل بین آنچه که من میتونم انجام بدم و در به قول معروف در قدرت من هست و آنچه که نمیتونم انجام بدم و اما ببینیم با هم دیگه کارت های دیگر رو بسان. من از کارت های آینه بینی استفاده می کنم امروز برای خواندن انرژی های شما ببینیم در کارت های آینه بینی چه خبر می باشد من کارت ها مخلوط می کنم ببینیم در ابعاد مختلف زندگی شما چه خبر است خب ببینید دوتا کارت یکی هستم در روی خودم بستم نشستم دنبال یک مسئله هستم خب اولین دامنه دوستان من میرسم به دامنه احساسی شما بریم بریم چه خبر در دامنه احساسی خودتون افتادین موفقیت افتاده و ببینیم حسود اوکی موفقیت افتاده دوستان برای شما در دامنه احساسی برای یک سریاتون میگه که یک جدایی داشتین شما عزیزان دل که این جدایی به خاطر انرژی های سالس بوده خب الان از خودتون دارین محافظت میکنیم برها شما موفق خواهید شد به نظر من برای یک سریتون همجور که کارتای بالا میگفت دل میکنم و میرم چرا که بهتری استش که به خودم برگردم بر در جستجوی خودم باشم تا اینکه در جستجوی دیگری باشم خب در ارتباط با مسائل کاری شما عزیزان دل دارم میبینم که اینجا خیلی آگاهی دارم میبینم دارین از خیلی از مسئله اپ 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 تا کارت اینجا افتاد مکالمه داره به سمتتون میاد عزیزان دل که چشمتون رو باز میکنه رو یک خیلی از مسائل برای یک سری مکالمه که داره به سمتتون میاد شما رو به سمت یک مسئله که جدید هست میفرسته و در واقع برگشت یک سری از مسائلی هست در زندگی شما که خیلی براش تلاش کردین و بنا... کارت بدی من اینجا نمیرم مکالمات کاری دارم میبینم ب... به سمتتون میاد که روشن سازی میشه یه سری چیزها براتون اوکی در ارتباط با مسائل مادی شما دوستان عزیز از خودتون محافظت میکنین از مادیاتتون و میترسین میترسین مبادا اتفاق بدی بیفته آرامش براتون افتاده و انتخاب افتاده انتخاباتی که خواهین کرد دارم میبینم که کارهایی دست و عملهایی که خواهین زد ولی که چون میترسم هر کاری که میکنم با دقت انجام میدم برای رسیدن به آرامش هست پس من اینجا اعتماد میکنم که شما دارین خیلی اصاب دست و یواش راه میرین که اشتباه نکنیم دوستان وقتی که من این کارت ها رو میبینم و این محافظت رو میبینم مجبورم هم بهتون بگم این روزا مواظب کلاه برداری باشه مواظب باشین کیفتون رو نذارن مواظب این باشه که دوزی اینترنتی ازتون نکنن مواظب یک سری از این مسائل باشین عزیزان دارم. اوکی ولی آرامش میبینم مثل مونه که یک خطری از بیخ گوشتون ممکن هست رد بشه خب ولی چیز, چیز بدی نیست چون دارم میم از خودتون دارین محافظت میکنین در مقابل آنچه که ممکن است به شما حمله کنه و به آرامش رسیدن براتون میبینم ببینیم در ارتباط با مسائل احساسی شما جذابیت اینجا افتاده اینجا امید افتاده و اینجا جدایی افتاده در ارتباط با مسائل احساسیتون دوستان عزیز من اینجا دارم میبینم که به یه سریاتون به شخص بهتون گفتم دارین دل میکنین یه جاهایی ولی با وجود اینکه یک گرایش بین شما و شخص خاصی وجود داره احساس تنهایی میکنین و یک جدایی اینجا هستش متاسف هستم و اما بریم ببینیم در ارتباط با کارت های دیگه در ارتباط با مسائل مادی شما چه خبر است یک کارت کاری میگم مادی کاری در ارتباط با مسائل کاری شما و یک کارت دیگه هم بعدون میریزم ست پای افتاد این کارت الان بار س... یک کارتی هست این بار سومه که داره تکرار میشه در این کارت ها یه بار اینجا یه بار در مورد مسائل احساسیتون و اوکی در مورد مسائل احساسی همجور که مسائل کاری احساسی رفتم همجور که دارم قبل بهتون گفتم دوستان توجه کنین دارم میبینم که اینجا حالا یک یه اطلاعاتی داره به دستتون میاد یک سری آگاهی هایی داره به دستتون میاد دقیقا همون حل بالا رو دارن تاکید میکنن دارم اینجا قدرت بهتون میده این, این اطلاعاتی که داره به دستتون میاد دوستان دارین بزرگ میشین توی دامنه کاریتون ممکن استش که وارد یک تخصصی بشین وارد برای یک سریاتون و اما در ارتباط با مسائل مادی شما دوستان عزیز واو کارت کائنات براتون افتاد این کارت خیلی کم میفته کارت سرنوشت کائنات کارت هایی هستن که خیلی در این دسته کارت کم میفتن و اما اوکی من دارم میبینم که به زندگی مالی مادی شما به کام شما خواهد بود بعد از یک دوره ای که پس این ممکن است یک سری از افراد به یک شکست مالی قبلا خورده باشن چون اینجا هم دارم پشت این کارت ها دارم میبینم دوستان توجه کنین که دارم میبینم که اینجا خوشحالی موفقیت دارم برتون میبینم در دامنه مادی و ممکن است کسی این میون کمکتون با کرده باشه امپراتور افتاده امپراتور همیشه یک چهره بسیار قدرتمند هست که باعثش اینجا ممکنه شادی شما بشه یا اینکه اینکه عزیزان دل توجه کنید که اینجا خود شما هستین که دارم میبینم که در دوره ای از زندگیتون هستین که به زندگیتون در این سر و سامان به زندگی مادی تو اینجا حرف از بین الملل هم ممکن هست بزنه ممکن هستش که یک سری شما دوستان عزیز شادی داشته باشین از طرف یک مسئله بینونمنالی از طرف شخصی از نظر مادی خب از اینا که بگذاریم عزیزان دل میریم سراغ م... کارت های دیگه و ببینیم کارت های بعدی به شما چه خواهند گفت این کارت ها در ارتباط با آ... مسائل احساسی شما هیجانی شما هستن دوستان یین مقدس گل بلبل من میگه من تفاوت هام رو با تو در میپذیرم و میپذیرم که تو یک نگاه متفاوت از من داشته باشه یک کارت دیگه هم اینجا افتاد میگه من عجول هستم و اینکه میخوام همه چیز همه که من دارم میخواد جلو بره خب از جانبی من متفاوت هستم و از جانبی دیگه میپذیرم و از جانبی دیگه عجول ج... هستم اینا دوستانی هستین که روی خودتون دارین کار میکنین ولی هنوز به این درجه نرسیدین که بگین که میسپارم وقتی که من یه مقدار معتقد باشم حتما نه که باید بریم به دین و مذهبی یا هر چیزی که معتقد باشم. معتقد هستم که من خانم جون آقا جون قدرت من محدوده بیشتر از این دیگه نمیتونم خودتون رو رها کنید و اما در ارتباط با حضرت لولو لولو علیه السلام یانگ ببینیم چه خبره یانگ یانگ خب میگه گوموگیچ من نمیدونم چه کار کنم و هر دلم میخواد ناپدید بشم رایامی خب ببینیم کارت بعدی رو او دیگه خیلی دیگه یه کارت دیگه اینجا افتاد این بر میگه که دلم میخواد باید حرف بزنم میخوام نمیخوام برات بنویسم و اینکه که به فکر میکنم خودم جلوی خودم میگیرم یه پا به، یه قدم به سمت تو نیام خب ما هم یک در خونم رو تخته میکنیم که تو نی... نتونی بیای تو کفشات هم میخ میذاریم که نتونی بپوشی در دهنتم هم زیب زدیم ما یه قفل میزنیم خب این از این این از یانگ شما عزیزان و ما ببینیم که در ارتباط با پیام شخص مورد نظر <تص> شما دوستان عزیز حرف از این میزنه که دوست دارم من عشقم رو برای تو بیان میکنم دوستت دارم دوستت دارم با احساس عمیق و زیاد و دوستت دارم و تو باعث میشه که قلب من و زندگی من به ارتعاش در بیاد عالی و اینا رو اون که خوندیم میریم سراغ ببخشید پیام فرشتگان و ببینیم فرشتگان عزیز برای شما چه پیامی دارن دوستان خب میگن که چشماتو ببند تنفس کن این آبی آسمان را و یک نسیم لطیف رو حس کن صلح اینجاست همه چیز روشن است یک شفای خارق العاده در تو داره به وجود میاد این یک کادو فرشتگان مقرب تو هست اوکی و اما عزیزان از دست رفته خب زندگی اینه مرگ جزی از زندگی هست برای همین هستش که زندگی بیش از پیش با ارزشه برای من برای به جای من زندگی کن و استفاده کن دو برابر من هم همچون کاری رو میکنم و از ده هزادی که در اون هستم استفاده میکنم به این میگن زندگی روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه دوستان عزیز این فال شما بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه من روی ماهتون رو میبوسم بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار